هفته گذشته ما در مورد شفاعت صحبت کردیم. دعا کردن چقدر در زندگی ما مهم هست. همه چیز، هر چیزایی که در زندگی ما اتفاق میفته و ما مخصوصا زندگیمون که با عیسی مسیح با ایمان، بدون دعا ما نمیتونیم رشد کنیم. بدون دعا و شفاعت کردن ما ناقص میمونیم. خدا این قانون رو گذاشته که ما و این اقتدار رو به ما بخشیده که بتونیم دعا کنیم، بتونیم کلامایی که خداوند در وعده های خودش رو داده و زمانی که ما اعلام میکنیم و این کلامایی هست که قدرت خلاقیت رو داره و میتونیم تغییرات رو برای زندگیمون و همینطور هم در دنیا، همینطور هم در کلیسا انجام بدیم. من فکر میکنم این تجربه رو کم و پیش کردیم. فقط کسانی که تازه ایمان رو بردن بیشتر برحال خیلی نرم و خیلی عادیه که ما شروع کنیم اول برای خودمون دعا بکنیم، برای نیازهای خودمون. فقط یک زمانی هست که باید یواش یواش یاد بگیریم که چه دعاهایی هست که زندگی ما رو عوض میکنه، چه دعایی هست که همینطورم برای خانواده خودمون دعا میکنیم که نجات پیدا کنن و همینطورم برای کلیساست چطور باید اونجا خودمون رو فراموش کنیم و شروع بکنیم به شفاعت کردن. الان چند مدتی است که ما در مورد غلبه یافتن صحبت کردیم و این آیه رو دوباره میخوام بخونم. این الان اگه لطف کنین این رو بندازیم که همه با هم بتونیم بخونیم. آنگاه صدای بلندی در آسمون شنیدم که میگفتند اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده است، زیرا که آن مدعی برادران ما که شب و روز در پیشگاه خدا ما را خدای ما بر آنان اتهام میزد به زیر افکنده شده است و ایشان، یعنی افراد ایماندارایی هستند، و ایشان به واسطه خون بره و کلام شهادت خود و بر او غلبه آمدند و جان خود را تا به مرگ دوست نداشتند. این چند مدتی است که در مورد این غلبه یافتن صحبت میکنیم و چه ربطی الان به دعا داره، به شفاعت داره. هفته گذشته قسمت‌های ما صحبت کردیم، امروز میخوام یکم ادامه بدم این قسمت‌ها رو. مخصوصاً شایدم که تازه ایمان آوردین و یا یک سال دو سال ایمان آوردین، افرادی هم هستن که شاید سال‌های ایمان آوردن، یهو میبینن که اینجا میگه که و فکر کردین الان زندگی اون خیلی نرمال با عیسی مسیح میایین کلیسا، میرین زندگی خودتون انجام میدین، الان اینجا برای اینجا نوشته که کیا هستن که غلبه مییابن، کیا هستن که یک روز با عیسی مسیح سلطنت میکنن، کیا هستن که به اون هدفی که خداوند ما رو خلق کرده به اونجا میرسن. این فکری که از اول خداوند داشت، خداوند گفت انسان رو خلق کنین که سلطنت کنه. و زمانی که یک کسی اینو میخونه و میگه که آها به زیر افکنده شده است، اوکی شیطان الان به هر حال به وسیله کاری که عیسی مسیح کرده و دائما 24 ساعت همینطور ما رو داوری میکنه به حضور، در حضور خداوند. یعنی منظور اینطوری باید نگاه کنین، هر ما گناهی میکنیم، فرزندان خدا نه دنیا، هر گناهی میکنین، هر اشتباهی میکنین، هر خرابکاری میکنیم، اونجا شیطان میگه که ببین و شروع میکنه به محکوم کردن خانواده خدا. و اینجا میبینیم که یه اتفاقی در آسمون میفته که شیطان از این آسمون میفته زمین به وسیله کی؟ به وسیله کلیسای حقیقی که اینجا میگه که افرادی که با خون بره غلبه یافتن و کلام شهادت خود غلبه یافتن و زندگی خودش رو تا به مرگ دوست نداشتن. و زمانی که اینو میخونیم پس سوال میکنیم، میبینیم که این چه انجیلی هست که ما میشنویم؟ چه انجیلی هست؟ من فکر کردم انجیل فقط خبر خوشه، خدا میاد منو نجات میده و الان برحال منو آماده میکنه برای حیات جاودانی، الان برحال مشغول کارها بشیم در این دنیا، برحال قسمتهایی برحال خدمت کنیم، دیگه آماده هستیم که یک روز با عیسی مسیح رو تختش بشینیم و سلطنت کنیم. و اونجا یهو نگاه میکنه میبینی که نه، اینجا میگه که عیسی مسیح میگه که، یا کلام خدا اینجا میگه که افرادی که زندگی خودشو تا به مرگ دوست نداشتن. چه انجیلی هست پس؟
الان آمدم نجات پیدا کردم، عیسی مسیح من الان آزاد کرده، الان خدا میگه که الان تو باید متنفر زندگی خودت بشی. نه؟ تو نباید خودت رو دوست داشته باشی. واقعا این برای کسانی که میگم که درست روش نکردم، واقعا میتونم بگم چیز کلامای خیلی سختیه. خدا یه قسمتی میگه ما با ارزش هستیم، خدا یه قسمتی میگه که چقدر تو شگفت انگیز هستی، عالی تو رو خلق کردم، حتی آنجا میگه که تو خودتو باید قبول کنی، خودتو دوست داشته باشی، و یهو میگه که کسانی که خودشون دوست نداشتن غلبه یافتن تا به مرگ. یعنی یه جنگی هست، یه اتفاقی هست، تو در حال این هستی که عیسی مسیح رو پیروی میکنی و قسمت به قسمت از زندگی تو همینطور ریخته میشه. ما باید اینطوری نگاه کنیم عزیزان، خدا فقط چیزی که خودش خلق کرده دوست داره. خدا فقط چیزی که خودش خلق کرده دوست داره. هر چیزایی که خودش خلق نکرده، چیزایی که به وجود آمدن، تقریبا مثل این که برداریم بدنهای خودمون، زمانی که یه قده در بدن ما هست، این قده که ربطی معمولا به بدن ما نداره، فقط زمانی یه قده یه چیزی هست، ما متنفر این قده هست، این قده باید از ما بره، اگر نه ما رو میکشه. آمین. هستین اینجا؟ به این خاطر خدا فقط چیزی که دوست داره، چیزی که خودش خلق کرده اینا رو دوست داره، و خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده. تو که اینجا نشستی منحصر به فرد هستی، تک هستی، خدا تو رو عاشقانه دوست داره. این چیزی که خودش خلق کرده که در توست اینو دوست داره. فقط چیزی که در ما به وجود آمده که از خودش نیست، این متنفر خداوند. و به این خاطر خدا هم میگه ما هم باید این چیزایی که خودش خلق نکرده متنفر اون باشیم. در اول یوحنا باب 2 آیه 15 اینجا میگه که دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. اگر کسی دنیا رو دوست بدارد، محبت پدر در وی نیست. دنیا رو دوست نداشته باشیم. منظوری نیست که الان دنیا، طبیعت رو دوست نداشته باشیم، افراد رو دوست نداشتیم. دوست نداشته باشیم، بلکه این فلسفه یا این روشی که در این دنیا هست، این چیزی که زیر تسلط شیطان، این چیزها رو نباید دوست داشته باشیم. اونجا خواهیم رسید. زیرا قسمت بعدی، زیرا هر چه در دنیاست، یعنی حواس نفس، هوای نفس، هوس‌های چشم و غرور ناشی از مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. جهان، بعد از این ادامه میده، جهان و تمایلات دنیا از بین خواهد رفت، اما هر که اراده خدا را به جا آورد تا به ابد خواهد زیست. هر چیزی که از خداست، که کلام خداست پشتش، تا ابدالآباد. هر چیزی از خدا نیست از بین خواهد رفت. این ترجمه تفسیری اینجا میگه که هر چه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه هر چه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو میکنند و آنچه چشم میبینند و طلب میکنند و آنچه مایه فخر و قدرت است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارد. آمین. تو این چیزهایی هست که اگه یادتون باشه، زمانی که آدم و حوا جلوی این درخت معرفت نیکو بد ایستادن و شیطان اینجا آمد و حوا رو تو وسوسه انداخت، حوا چی گفت؟ گفته این درخت خوشنماست، چرا خداوند گفته نخوریم؟ و همینطورم علم میده، من میتونم رشد کنم. و سومی قسمت چیه؟ چی بود؟ دلپذیر. یعنی نفس ما یه چیزی هست که نفس ما دوست داشته باشه بدون خدا یا به جای خدا. و هوا همینطور که گول خورد و همینطور هم متاسفانه از حضور
خدا اصلا کلن محو شد، رد شد. اینجاست که همینطوری میگه که در دنیاست این چیزایی هست، این درخت‌هایی هستن در این دنیا که دائما ما دنبالش هستیم که علممون بیشتر کنیم. علم چیز بدی نیست، فقط هر چیزی که مربوط به غرور ماست یا رفتار ماست، شخصیت ماست. ما باید اینطوری نگاه کنیم. دوباره برمیگردم به اون چیزی که گفتم، خدا هر چیزی که از خودشه دوست داره. و زمانی که رفتارهای خودمون که نگاه میکنیم، یا مثلا چیزهایی که در زندگی ما میخواییم به هر حال عوض بشیم، تقریبا مثال میگم یک کسی هست که وابسته به چیزهای دنیایی هست. اگر تو یه چیزی که میدونی، مثال میگم الان مثال سیگار، اگر سیگار رو دوست داری هیچ موقع نمیتونی غلبه بیابی. هر چیزی که تو دوست داری، مقام، پول، نمیتونی غلبه بیابی روی مشکلات، روی این مشکلات یا روی این وابستگی. بیشتر ما مخصوصا ما ایماندارها سعی میکنیم زندگی بکنیم که یکم با دنیا سازش کنیم. تو نمیتونی روی چیزایی که دوست داری غلبه بیابی. و اینجا میگه که کسانی هستن که با خون بر کلام و شهادت خوب خود بر او، یعنی بر شیطان و تمام افکار شیطان غلبه یافتن. شخصیت شیطان، رفتار شیطان، مثال میگم الان چیزایی هست که در ما هنوز کار میکنه، دروغ گفتن، غیبت، متنفر شدن، بدبینی، حسادت، داوری کردن، این تمام شخصیت هایی هست که در ما قرار گرفته که از آن خدا نیست. زمانی که ما دنبال جلال خودمون هستیم، میخوایم خودمون رو مطرح کنیم، تو نمیتونی روی این غلبه بیابی چون دوستش داری. یادت هست عیسی مسیح خودش گفته که هر جایی که قلب توست اونجا گنج توست. تو زمانی که تو متنفر این رفتارا باشی، متنفر این شخصیت هایی که در توست که برعکس کلام خداست، زمانی که متنفر میشی شروع میکنی روش کار کردن و غلبه یافتن. فکرایی که در ما وجود داره، فکرای دروغ، تو فقط میتونی غلبه بیابی زمانی که متوجه میشی که این فکرایی که داری برعکس کلام خداست. و زمانی که مقایسه میکنی و میبینی که این دروغه، و زمانی که تو متنفر این چیزایی هستی، اون موقع هستی میتونی غلبه بیابی. دوباره میگم ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غلبه یافتن و تمام افکار دروغ های وسوسه های شیطان. و اینجا یک جنگی هست که ما توی این جنگ قرار گرفتیم، که اینجاست که ما باید ببینیم که، یعنی وارد این بخشی میشیم ببینیم خب الان چه ربطی به دعا داره، چی باید پس دعا کنم. شما این تجربه رو نمیدم کردین یا نه، از شاید شخصیت رفتارهایی کردین که متوجه شدین که درست نبود، درد کشیدین؟ درد میکشین؟ یا بیتفاوت هستین؟ زمانی که یک رفتاری ما نشون میدیم و میبینیم که اصلا کلن خیلی زشت بود، خیلی بد بود، درد میکشیم. این درد نشانه، یه قسمت نشانه خوبیه، اگر نه اینطوری ادامه بدیم که خودمون رو چیز بکنیم، محکوم کنیم. درد یه چیزی خوبیه که متوجه میشیم واقعا یه چیزی در من هست از خدا نیست. و اون موقع هست که وارد دعا میشیم. اون موقع هست شروع میکنیم یه خداوند، این چیزایی که در من، این رفتارهایی که هنوز در من هست، مشکل ریشه هایی هست،
واقعا احتیاج به آزادی دارم. و در همون لحظه که چون ما میدونیم که نه با قدرت خودمون باید آزاد بشیم، فقط و فقط به وسیله ایمان، ایمان که کاری عیسی مسیح که روی صلیب کرده و این قدرت رو که به من داده، همینطور یادتون هست عیسی مسیح بوده چون من غلبه یافتم، یا یه در این دنیا مشکلایی هست، فشارهایی هست، فقط من خوشحال باشه چون من غلبه یافتم، یعنی عیسی مسیح پیروز شده و این پیروزی رو به ما بخشیده، ما میتونم روی تمام چیزایی هست، هوس‌ها هست، وسوسه‌ها، هر چیزی که روی یعنی جلوی من میاد یا و روی من ایستاده، میتونم غلبه بیابم. اینجاست که دعا شروع میکنه با کار کردن و شفاعت کردن. الان جا خواهیم رسید. در غالاتیان باب 5 آیه 19 تا 21 اینجا میبینیم که خود پولس در مورد افکار جسمی صحبت میکنه. الان افکار جسمی صحبت میکنم، یعنی چیزایی هست که مال خدا نیست، که باید ما متنفر این چیزایی باشیم. علی رضا نسی میتونی بخونی؟ خواهش میکنم. امور نفس، زنا، ناپاکی، فرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزجویی، نزاع، کینه، حشد، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، بدعت‌ها، حسد، قتل، خوددلسوزی، مستی، عیاشی و مانند اینها. چنانکه بیشتر به شما هشدار دادم، باز میگویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. آمین. پس اینجا میگه که اعمال نفس روشن است و شروع میکنه به چیز کردن، تعریف کردن چه چیزایی هست. شاید الان به عیسی مسیح ایمان آوردی، میگه که من بت پرست نیستم. کسی هست که اینجا بت پرسته؟ من فکر میکنم تقریبا 90% اینجا بت پرست هست، 95%. اگر خودت رو بیشتر از عیسی دوست داری، بت پرستی، خودت رو میپرستی. اگر دنبال جلال خودت هستی، الان میخوای خودت رو مطرح کنی، بت میپرستی، خودت رو میپرستی. فقط ما میگیم که فکر میکنیم بت پرستی منظور اینه که یک مجسمه درست کنم و اونجا بیفتم و میگم که نمیدونم تو رو میپرستم. زمانی که اینجا میگه کسانی که خودش رو تا به مرگ دوست نداشتن، این افرادی هستن که بت تو زندگیش نبود. خودش رو، اگر یک کسی که خودش رو انکار میکنه، و ما عزیزان بزرگترین بوتی هستیم در زندگی ما. زمانی که تو میگی حق منه، دیگه خودت از خودت یک بوتی ساختی. منظوری نیست که به هر حال توتیواری زندگی کنیم، همه چی رو بگه هللویا هللویا، منظوری نیست. درست تشخیص دادن درسته، فقط اینجاست که خدا تو رو در جاهایی هدایت میکنه که تمام حقهایی که داری، تمام چیزایی که از انسانیت کهنه هست بره روی صلیب. این میشه مرگ، که میگه کسانی که تا به مرگ خودشون دوست نداشتن. آخر وقت خواهیم گذاشت. من فکر میکنم این چیزایی که الان اینجا هست، برحال حسودیه و مست و نمیدونم حسادت و این تمام چیزهایی هست که در ما هست. هیچ کسی نیست که الان مثلا بگه من هیچ چیزی رو ندارم. یه قسمت هایی هست شاید خدا در زندگی تو کار کرده، یا بیشتر بگم شاید خودت اونقدر روی خودت کار کردی، خیلی چیزهایی رفته، آزاد شدی. فقط هنوز چیزهایی هست. و امروز هم میخوایم ببینیم که زمانی که ما میخوایم بگیم که من غلبه یافتم، یعنی باید اول روی این چیزا، شخصیت کهنه‌ای که در ما هست، ما باید غلبه بیابیم. آمین. زمانی که من الکل رو دوست دارم و دوست دارم به هر حال شنگول بشم و احساس بکنم این مثلا به من آرامش میده، و متوجه نیستی که یک قده‌ای که در زندگی توست،
تو باید آزاد بشی. خدا میگه که مست شراب نباشیم، بلکه پر باشیم از روح خدا. و زمانی که این قسمت رو میکنیم ضد مشروب نیستم، فقط تو خودت باید بدونی که مرز تو کجاست، چقدر واقعا مفید برای تو، برای چی میخوری. عیسی مسیح در غلاطیان میگه که برای آزادی خدا ما رو آزاد کرده، و از الان از این آزادی استفاده نکنی که دوباره شروع کنی بری این تو گناه بیفتی. الان من آزاد هستم در مسیح، زیر فیض خدا زندگی میکنم، الان میتونم هر کاری انجام بدم. خدا هم اجازه میده هر کاری تو بخوای انجام بدی، فقط آخر به ضرر تو خواهد شد و غلبه نخواهی یافت. من فکر میکنم زمانی که کلام خدا میگه که یک روز من با عیسی مسیح، یا تو ما با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد، اگر من یاد نگرفته باشم روی زندگی ما، روی زندگی خودم، روی نفس خودم، اگر الان در این دنیا یاد نگرفته باشم غلبه بیابم، چطور میتونم یک روز با عیسی مسیح روی تخت بشینم و سلطنت کنم؟ اگر هنوز الان در حال حاضر هنوز تشخیص روح رو درست ندارم، نمیدونم درست تشخیص بدم، داوری کنم، یک روز کلام خدا میگه که ما باید فرشته های صعود کرده رو داوری کنیم و این دنیا رو باید داوری کنیم. الان تو شاید اینجا نشست بگی اصلا حوصله داوری ندارم، حوصله تسلطنت ندارم، باشه اوکی، کلام خدا به هر حال برای تو یه خواندگی مخصوصی داره. من خرج شدم که با او سلطنت کنم. پس قبل از اینه که شروع کنم سلطنت کردن، اول باید روی زندگی خودم سلطنت کنم. من باید روی تمام آشغال‌هایی که در من هست غلبه بیابم. تمام چیزایی که فسادهایی که در من هست که خودم رو و دیگران رو بگن فساد میکنه، فاسد میکنه، روی این چیزا باید کار کنم. چطور خداوند میتونه به من به تو اقتدار رو بده که تا هنوز من یاد نگرفتم فکرهای خودم زیر کنترل عیسی مسیح بیارم؟ در دوم قرنتیان باب 10:4-6 اینجا میگه که زیر اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است. بگو قادر است. برای انهدام غله ها. برای انهدام غله ها. کی خیالات؟ که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا برمی افرازد به زیر می افته و هر فکر را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم و مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام جوییم وقتی که اطاعت شما کامل شد. آمین. اینجا پس نگاه میکنه میبینه که اسلحه ما توی جنگ هستیم. الان جنگ تو الان اینطوری فکر نکنم که الان شیطان آمده، شیطان نمیدونم که کارهایی کرده. ما بعضی وقت هم اونقدر زیاد شیطان رو جلال میدیم مثل اینکه الان عیسی وجود نداره. شیطان آمد منو توی این جا افتاد، شیطان آمد منو اونجا افتاد انداخت. اگه هم اتفاقاتی میفته خدا اجازه میده. زمانی که خدا هم اجازه میده فقط برای یک دلیلی که تو یاد بگیری. فقط در این قسمت اینجا صحبت میکنه میگه که جنگ ما جسمانی نیست. من با جسمانی، با فکرهای خودم، با احساسات خودم زندگی نمی کنم و جنگ من الان انسان باشه. اینجا یه جای دیگه هم هست که در افسوسیان جنگ ما با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها، با قدرت های آسمونی، با این چیزهای شیطانی. این هم زمانی که ما شروع میکنیم به دعا کردن، یا دعا کردن که خدا من مثلا برای کلیسامون، برای شهرمون که شروع میکنیم به دعا کردن، یا اینجاست که شیطان، نیروهای تاریکی، فرشته های شیطانی که میخوان حکومت کنن و ما هستیم که این اقتدار رو گرفتیم و شروع کنیم به جنگیدن. هفته گذشته در این قسمت ها ما صحبت کردیم. بعد اینجا میگه که جنگ ما با جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انتقام غله ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم. یعنی زمانی که من زندگی می کنم و تو زندگی می کنه با کلام خدا آشنا میشی و خدا هدایت می کنه، می بینی که چه دروغهایی در ماست، چه تصویرهای اشتباهی ما داریم از خودمون، از دیگران، خرابکاری می کنیم، کلیسا رو خرابکاری می کنیم،
پس زمانی که من متوجه میشم چه چیزهایی هست، چه دروغهایی هست که روش زندگی میکنم و دیگران زندگی میکنم، خیالات بد و در کجاست، در متی باب 15 آیه 19 اینجا نوشته، زیرا که از دل برمیاد، از دل، بگین از دل، برمیاد خیالات بد، خیالات بد، از دل درمیاد خیالات بد و قتلا و چی؟ و و کفرا و و و و همینطور میگه که از دل احساس نیست، از دل یاد خیالات بد. و ما زمانی که میخوایم آزاد بشیم و میخوایم واقعا در آزادی، در شادی، در ایمان زندگی کنیم و غلبه بیابیم، باید این فکرهای دروغ، خیالاتی که در ما به وجود میاد، تصویرهای اشتباهی که از خودم از دیگران دارم، اینو باید فرو بریزم، اینو باید خراب کنم، تقریبا مثل اینکه یه خونه تکونی باید در این مغزمون انجام بدم. اینم فقط به وسیله دعاست، شفاعت کردن. خودم در نام عیسی از این دروغی که من در من وجود داره فرو بریزم، این دروغی که در من وجود داره از برادر، از خواهر، از خودم، این تصویرهای بد، این بدبینی یا این حسادت و این چیزایی که الان هست، اینه که منو فاسد میکنه و این است که دیگران رو همینطور منتقل میکنم این آشغالایا. به این خاطر خودم این دعا رو میکنم که خودم هر فکری هست که از معرفت تو خودت رو بلند کرده، اینو فرو میریزم، زیر اطاعت تو میارم، زیر اطاعت کلام تو میارم. عزیزان چرا این چیزا رو میگم؟ نه فقط غلبه بیابید، این غلبه یافتن آزادی تو میشه، تو آزاد میشه از خودت، اقتدار تو زیادتر میشه. هر فکری دروغ، هر تصویر دروغ آرامش تو رو میدوزده، شادی تو رو میدوزده. تصمیمایی که میخوای بری اشتباه تصمیمایی میگیریم، قدمای اشتباه برمیداریم، به خودمون ظلم میکنیم و همینطورم به دیگران. ما باید یاد بگیریم عزیزان، هر چقدر ما شروع کنیم خودمون رو تفتیش کنیم، ببینیم که چه چیزایی در من هست که باید عوض بشه. یه خونه تکونیه که تا آخر عمرمون همینطور ادامه خواهد داد، سال به سال، هفته به هفته، یه لابه هایی هست که باید برطرف بشه، برداشته بشه، دوباره یک آزادی میاد، دوباره میتونم بگم من روی این چیزا غلبه یافتم. یه برادر به شهادت میداد دیروز جلسه هدفمند که گفته یه اتفاقی افتاده، سیگار میکشید یه و بخواست بیاد توی جلسه هدفمند بود و چی بود، چطور بود، تو آسانسور اونجا رفت، یه آسانسور گیر کرد، نه آسانسور گیر کرد، 20 دقیقه اونجا مونده به خاطر هستش، یا تو بودی نه، یا که گفته تو به خاطر سیگار رفته بودم اونجا، برای تو آسانسور قرار گرفت، چیز کرد آسانسور اونجا تقریبا 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت و نیم، خدا این دکمه آسانسور رو چیز کرد یا؟ و بعد از این تصمیم گرفت، گفت از این به بعد سیگار نمیکشم. تو چه کاری کردی؟ غلبه یافتی، آزادی توست. ماهیانه حداقل 20 دورم زیادترم داریم. خیلی چیزایی در زندگی ما هست خداوند، عزیزان عیسی مسیح در حال آمدنه، من باید الان نگاه کنم چه چیزایی هست،
چه وزنهایی هست که آویزون شده که از خدا نیست. اینا منو سنگین میکنه. من باید تمام مثل بالون، من تمام چیزای فکرای اشتباه، رفتارای اشتباه، این چیزایی که در این قسمت خوندیم، این در مورد اعمال نفس، اعمالهای نفس، این تمام چیزایی هست که باید دقت کنیم. یادم هست زمانی که من ایمان آورده بودم، بعد از یک مدتی که همینطور سمینارهای روانکاوی بود، بعد از این گفتن که برین خونه و اونجا شروع کنی یه کاغذی بردارین و ببینین که چه چیزایی در شما هست که درست نیست. منم گفتم خب باشه، اونقدر زیادم نیست، شاید 2-3 تا 4 تا 5 تا نکته. بعد از این رفتم اونجا نشستم و دعا کردم، گفتم عیسی مسیح روح القدس به من نشون بده خدا من چه چیزایی در من هنوز اشتباه است، بیا به تو اجازه میدم دخالت کنی در زندگی من. واقعا به شما میگم یک صفحه پر کردم. چرا؟ چون وقت گذاشتم، میگم روح القدس تو صحبت کن. تقریبا نگاه کنی یک صفحه مثل این که الان 20 تا 30 تا نکته هست، مثل این که هر نکته برداری 10 کیلو. یعنی من هر روز 100 کیلو آویزون میکردم با خودم. بعد از این شروع کردم میگم اولویت رو گذاشتم، چی باید عوض بشه، اولین چیز اینه، دومین، سومین، چهار، یعنی شروع کردم رو خودم کار کردم، چه چیزایی باید در من عوض بشه. چیزایی بود که روان درمانی بود که میرفتم پیش روانکاو، چیزای دیگه بود که من باید میتونستم میگم خداوند اینا در نام عیسی مسیح رو زیر پا میذارم، خداوند شکرت میکنم به من قدرت رو دادی. هنوز تازه هم ایمان آورده بودم، فقط گفتم اینا رو اجازه نمیخوام بدم، اجازه نمیدم روی من، روی زندگی من، روی فکرای خودم اینجا تسلط داشته باشم. و به شما میگم هنوز فیض خدا رو نفهمیده بودم اون موقع، تازه ایمان آورده بودم، فقط میدونستم چیزایی هست در من که مال خدا نیست. و به این خاطر میگه که چیزایی که در این دنیاست دوست نداشته باشین. اگه این چیزها رو دوست دارین، محبت پدر در اونجا نیست. گوش میکنی؟ من میخوام واضح صحبت کنم. ما میایم اینجا میگیم عیسی مسیح پدر جان بیا با عشقت، عشق تو رو میخوام دریافت کنم، میخوام ملاقاتهای عالی با تو داشته باشم. و خداوند اینجا میگه که ببین تو چیزایی هست در زندگی تو دوست داری، وابسته کردی و این چیزا باعث میشن که محبت من در تو نباشه، وارد نشه، مثل یه دیوارهایی ساختی که من نمیتونم بیام، چون جلوی تو و من دیوارهایی هست، چیزایی ساختی که دوستش داری و ولش نمی کنی. آنانی که به مسیح عیسی تعلق دارند، نفس را به همه حواس‌ها و تمایلاش بر صلیب کشیدند. میخوای دوباره بخون؟ آنانی که به مسیح عیسی تعلق دارند، نفس را به همه حواس‌ها و تمایلاتش بر صلیب کشیدند. آمین. به عیسی مسیح تعلق داری؟ مطمئنین؟ پس راه تو راه صلیبه، راه تو راه صلیبه. میگه که الان کسانی که در قلب عیسی مسیح دارن، تمام هوس‌های خودش، آرزوهای خودش، هر چیزی که درونش هست، رفتن با عیسی مسیح و با مرگ او متحد شدن. واقعا احتیاج واقعا به مکاشفه داریم عزیزان. مرگ عزیزان، ما میترسیم از مرگ، انسانیت کهنه، فقط ما نمیدونیم مرگ آزادی کلی تو زندگی توست. مرگ با مسیح یعنی نه فقط متحد میشی با مرگش، بلکه متحد میشی با جلالش. به این خاطر اینجا میگه که تمام حواس ها، هر چیزایی که هست، تو میری اونجا. و بعد از اینجا کلام خدا میگه که در گالاتیان همیت باب 5:13، ای برادران و خواهران، شما را برای آزادی فراخوانده شده اید، اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. این یک روشی هست که خدا دوست داره و در این قسمت محبت خدا هست. گوش کردیم؟ یکی برای آزادی خدا تو رو آزاد کرده،
تو آزاد هستی، تو میتونی الان بری و خودت رو پر از شراب بکنی، پر از مس، سیگار بکشی، مواد مخدر بکشی، تو آزادی. اونجا دیگه شیطان کار نداره، تو هستی انجام میدی ها. نه رو توی سان پولی، توی زنا، بعد از میگه شیطان منو هدایت کرد رفتم اونجا. نه، تو بودی، تو رفتی، تو قدم رو برداشتی، تو با چشمت نگاه کردی، تو مواظب چشمت نبودی، گردن شیطان نندازی. تو هستی که تصمیم میگیری و میگه که برای آزادی من تو رو آزاد ساختم. من به این خاطر ما میگیم که مشروب خوردن چیزی الان نمیگم که گناهه، فقط الان احتیاج داری برای چی میخوری. سیگار که من عقیده من، افرادی هستن که عقیده خودشون دارن، از دید من سیگار گناهه، چون هیکل بدن مسیحه و من احترام به روح القدس میذارم. سیگار چرا میکشم؟ باید نگاه کنی بری توی این از چرا میکشم، چون آرامش میده. و جای عیسی مسیح یک سیگاری گذاشتیم، متوجه؟ عیسی مسیح که من سلامتی شما هستم، شما عیسی مسیح رو میگذارین کنار و میگه که سیگار آرامش منه. پس جای عیسی مسیح سیگار رو گذاشتیم، از سیگار یک بوتی ساختیم. تو آرامش منی، جلال بر نام تو. بعد از این میگی من بت پرست نیستم. این چیزی کوچیکیه، فقط خیلی چیزای ریز در زندگی ما وجود داره. جادوگری، یک داستانی هست در عتیق. امیدوار هستم این داستان رو خونده باشید، برین حتما بخونید. یک پادشاهی بود اسمش شاول بود، در ساموئل، اول ساموئل اینجا نوشته. و خداوند برای این پادشاه چیز بود، پادشاه اسرائیل بود. و عیسی و اینا توی جلسه برادر رو چیز کردیم، تعلیم دادم، به شاول گفته که برو الان یک کشوری هست امالک، برو این تمام این کشور رو، زن، بچه، گوسفند، گوساله، هر چیزی هست باید از بین ببری. به تو این اقتدار رو میدم، تو باید بری امالک رو از این دنیا باید چیز کنی، محو کنی، همه رو باید بکشی. شاول رفت، جنگید، تقریبا همه رو کشت، فقط همون گوسفندا رو و گله بزرگی بود اون رو نگه داشت و همینطور پادشاه رو نگه داشت. پادشاه، خداوند گفته این پادشاه باید بکشی، نکشت. و اونجا آورد و مثل اینکه من کار خدا رو انجام دادم، خدا به من گفت من رفتم این کشور، این قوم امالک رو از بین بردم. و میخوام اینو متوجه بشی، زمانی که تو عتیق میخونیم هر قوم یک سمبولی هست. یعنی اولین باری که اینو میخوندم گفتم واقعا چه خدای وحشتناکی هست، میره حتی بچه ها رو میکشه، حتی میگه که برو الان تمام این گوسفندا رو بکشه. چه ربطی داره؟ گوسفندا کاری نکردن، فقط این دستور خدا بود. نمیفهمیدم، فقط گفتم که من نمیفهمم، فقط یه جوری به نظرم درست نیست، به نظر من. بعد از این مدت متوجه هم همینطور هم شدم که همه چیزا سمبول هایی هم از اتفاق افتاده و امالک سمبول انسانیت کهنه هست، چیزی که از خدا نیست.
به این خاطر میگه همه چی رو باید بکشه. ما نمیتونم الان انسانیت کهنه یه قسمتاشو بکشم به یه قسمتای دیگه بگم باشه عیب نداره. الان شاول چه کاری کرده؟ بت پرست بود؟ جادوگر بود؟ نه. بعد از این کارا رو نکرد، این پادشاه هم نگذاشته. بعد از این خدا به ساموئل گفته برو اونجا بهش بگو. بگو تو نافرمانی کردی، تو بت پرستی کردی. نمیگه که شورش و چیز، شورش و نااطاعتی مثل جادوگری و بت پرستیه. گوش میکنه. خب چه ربطی به بت پرستی داره؟ جادویی داره. این چیزها رو میگم چون واقعا باید چیزهای روحانی رو متوجه بشیم، چون مهم اینه که ببینیم که خودمون رو تفتیش کنیم، ببینیم که چه آشغالایی در ما هست. معمولا اینطوری باید نگاه کنیم. الان توی قلب شاول چی بود؟ اون فکر میکرد اراده خدا رو انجام داده. میگه که ببین ساموئل، همه چیز رو، همین چیزی که خدا من گفت من انجام دادم. خدا گفته، ساموئل گفته که خدا این مس تو رو برخواهد داشت. چرا بت پرستی کردی؟ جادویی کردی؟ چرا؟ گردن کشی. مرسی. یا چرا؟ چون میبینین خیلی چیز نرماله. زمانی یه پادشاه میره پیروز در پیروزی، از پیروزی میاد تمام چیزها رو هم با خودش میاره، تمام این چی میگن؟ قنایی با خودش میاره. یعنی زمانی که الان خداوند میگه همه چی رو از بین ببره، هیچ چیزی نداشت که نشون بده. الان گوسفندا رو اونجا گذاشته، تمام این گله ها، بعد میخواد به این تقریبا مثل اینکه به این قوم میخواد نشون بده ببین این پیروزی منه، ببین نگاه کنی، با این نگاه کردن میبینی که چه کاری من کردم. متوجه هستین؟ توی قلبش یه چیز دیگه بود، دنبال جلال خودش بود. معمولا این پادشاه رو باید میکشت، فقط این پادشاه توی قصد خودش اونجا گذاشته که دائما مثل اینکه هر روز ببره بیرون، بیاره بیرون و به قوم بگی ببین من کشتمش، من یا من پیروز شدم. مثل اینکه یک جلال، یک افتخار برای خودش میخواد برداره. عیسی مسیح گفته که تمام این انسانیت کهنه از بین باید از بین بره، و فقط چون در قلب شاول این چیزایی بود که دنبال بت پرستی بود و خودش رو بپرسته، به این خاطر میبینیم که بعد از یک مدتی که این خداوند گفته که جلالت رو یا پادشاهی رو از تو برخواهم داشت، میره پیش ساموئل و میگه ساموئل خواهش میکنم جلوی تمام قوم به من احترام بذار که اونها بد فکر نکنن از من، بیا احترام بذار به من که قوم بگه که هنوز من پادشاه هستم. پس رفتار چیه؟ رفتار اینه که هنوز دنبال جلال خودش بود. این چیزای ریزه که ما فکر میکنیم بعضی وقت خدا رو خدمت میکنیم، درست ایستادیم، فقط درون ما در این ریشه های در این نفسای کهنه ما اونجا چیزایی هست که خوابیدن. و خداوند میگه که اونجا میگه که من مس خودم رو از تو برداشتم. و بعد از این میبینیم که بعد از یک مدت حتی میره پیش کی؟ پیش یه جادوگر که بگه که میتونی ساموئل رو روی ساموئل رو بیرون کنی که بتونم بپرسم. یعنی این چیزایی بود که در ریشه هایی بود که در شاول وجود داشت و شاول اطلاع نداشت. از این میدونم برای بعضی از شما چون کتاب عتیق رو نخوندین شاید سخت باشه، فقط بریم بخونین، اون موقع سمبول ها رو متوجه میشین. ما اینجا هستیم که غلبه بیاییم روی تمام دروغ هایی که در ما، در فکر ما، در ذهن، در قلب ما هست. این برای آزادی تو خواهد شد که یک روز زمانی که در آسمون هستی میگه که اینا هستن که غلبه یافتن به وسیله خون بره، شهادت خوب و زندگی خودشون دوست نداشتن. هر چیزایی که باعث جلال خودت میشه یک روز شکست خواهی خورد و هیچ موقع هم غلبه نخواهی برد. هر چقدر دنبال این هستی خودت رو مطرح کنی بت پرست شدی.
و از این بت پرستی تمام آشغالای میاد، حسادت، داوری کردن، خیلی چیزایی هست که از این اولی بت میاد. خود دلسوزی واقعا یه چیزی شیطانی که فقط خودت رو میبینی، فقط به خودت نگاه میکنی، یعنی ریشهش بت پرستی خودت رو میبینی، تو مرکز هستی، از این تمامی ثمرها دیده میشه. داوری میکنم، شروع میکنم به هر حال محکوم کردن و شروع میکنم بد فکر کردن از برادر خواهرم، عادتهای بد در من وجود داره. این چیزا هست که منو فساد میکنن، فاسد میکنن. به این خاطر بعضی وقت با غم و درد میایم کلیسا و بعضی وقت هم افرادی هم اصلا از کلیسا دور میشن. چرا؟ چون میان اینجا فقط مشکلها رو میبینن، فقط متوجه نمیشن مشکل خودشونن. این تعلیمایی هست که عزیزان واقعا میتونم بگم مطمئن هستم خدای ما میدونی چیه؟ خدای ما بعضی وقت سیخونک هایی میزنه به ما، نه به خاطر اینکه دردمون بیاد، بلکه بیدار بشیم. بعضی وقت عیسی مسیح خیلی تند صحبت میکرد، همون پسر جوانی که آمد و شروع کرد من این کارو کردم، اون کارو کردم، این چطور کردم، انگشتش روی یه جایی گذاشت، گفته اینه، کاری نداشت با او، فقط گفته که برو انبار خودت، تمام دارایی خودت رو بفروش و بیا منو پیروی کن. درد بود برای این شخص، دوست داشت، ثروت رو دوست داشت. آره نمیدونم، شاید بعد از سالها ایمان آورده به عیسی مسیح، فاطمه ننوشت، فقط گفته که غم با غم از عیسی مسیح رو ترک کرد رفت. درده، من عیسی مسیح میخوام تو رو پیروی کنم، برو الان پدرت رو بگه اجازه بده برم پدرم رو دفن کنم. گفته بگذار مرده رو دفن کنه، بیا تو من رو پیروی کن. درده، چه بی احترامی کرد به اون مرد. فقط انگشتش رو میذاره روی جاهایی که واقعا درد بیاد، که متوجه بشی مشکل داریم، مشکل هست در ما. فقط ما بعضی وقت، یا اکثریت ما بعضی وقت میتونم بگم متوجه نمیشیم دست خدا رو توی زندگی خودمون، و زمانی که متوجه نشی غلبه نخواهی یافت، زندگی تو نرمال میمونه. این زنی بود که آمد فریاد میکشت رحم کن به من، رحم کن به من، رحم کن به من، دختر من اونجا دیو زده است، رحم کن به من. عیسی مسیح میگه که من نمادم برای سکا، نمادم برای خوکا. آیا این عیسی یا شیطان بود؟ فقط این زن چه کاری کرد؟ افتاد گفته درسته، سگم، خوکم، بگذار یک کم از این نانهایی که افراد نمیخوان من میخوام. این فروتنیه او بود، شکست خورد و موقع گفته که اینطوری ایمان ندیدم. چرا؟ اجازه داد خورچه و اون موقع فیض خدا آمد و این دخترش رو شفا داد. و زندگی ما عزیزان اینطوریه، خدا میخواد تو غلبه بیابی روی هر مشکلات، هر دروغ، هر فکرهایی که در تو وجود داره، هر احساسات بد، هر خیالات های بد، هر روحای بدبینی. فقط منفی رو نگاه میکنیم، هر دفعه قلوبه سلوبه صحبت میکنیم. ما باید نصف لیوان رو ببینیم که پره، بقیهش رو نباید ببینیم. فقط اینجا متاسفانه ما دائما همینطور خالی رو میبینیم و خداوند اجازه میده، میگه کسو الان به تو اینو نشون دادم، تو این هستی، آیا میخوای عوض بشی؟ تو میتونی غلبه بیابی، تو میتونی آزاد بشی، برای آزادی تو رو خلق کردم، نجات دادم. تو باید اینجا واقعا با اقتدار بتونی زندگی کنی، روی زندگی خودت، روی خانواده خودت، روی همه قسمت‌های خودت. برای این آزادی خداوند ما رو خوانده. هر اتفاقی میفته،
هر حرفایی که بعضی وقت میشنویم ورداریم، نمیخوام بگم 100%، فقط هوشیار باشیم، شاید خدا از دشمن خودت با تو صحبت میکنه که تو رو بیدار کنه. یه زمانی بود که هنوز ایمان نآورده بودم، یعنی همینطور میلنگیدم، هنوز تولد تازه رو اینطوری نداشتم. یک زن ایرانی هم بود، ایماندار نبود، یعنی من اون موقع اصلا در ایمان نبودم، فقط همینطور یه قسمت کلیسا، یه قسمت نمیدونم چی، دنیا، لذت‌های دنیا، چیز. و این دختر واقعا یه حرفی به من زد، تکون داد به من، گفته تصمیم بگیر، به زبان آلمانی میگفت اینطوری، تصمیم بگیر کدوم راه رو میخوای انتخاب بکنی. یعنی واقعا مثل این که، واقعا به شما مثل این که خدا یک چلپ، یک زدی به من که تصمیم بگیر چی میخوایی. و اون خیلی نرمال بود، خیلی نرمال اینطوری صحبت زد، بس نکردیم، اون اصلا اطلاع نداشت از من، فقط خدا از دهن او صحبت کرد و اون موقع تکون خوردم، گفتم چی میکنم من؟ باید تصمیم بگیرم، یا مسیحه یا دنیاست. و اینطوری خدا هدایت کرد که آمدم ایمان آوردم به عیسی مسیح. به این خاطر هر اتفاقی میفته تقریبا هوشیار باشیم، ببینیم که خدا با من چه صحبتی میکنه. هر اتفاقی تو زندگیت میفته، مادرته، برادرته، خواهرته، شبانته، نمیدونم کسی هم بی ایمان، رئیسته، رئیس بی ایمانت، تو میری سوسیال آمد، بوندس آمد، گوش کن، خدا میخواد با تو صحبت کنه. و زمانی که میخواد صحبت کنه، میخواد تو رو آزاد بکنه که تو غلبه بیابی. زمانی یک بار دو بار رفتی بوندس آمد، عصبانی شدی و میخواستی اصلا این همه چی رو، میز رو اصلا تکون بدی، خدا من میگه که زور روی این چیزا باید غلبه بیابی، دفعه دیگه باید بری اونجا تو رو رد بکنن، اصلا تو رو بیرون بندازن، یا باید غلبه بیابی روی احساسات خودت، روی عصبانی خودت. یک برادری بود که برادر ارمنی بود، رفت اونجا یک بار دو بار، بعد از این یه طوری دعوا کرد که تمام میز رو روی این چیز انداخت، ایماندار، بعد از این آمد گفته، گفتم چی میکنی؟ عصبانی هم کرد، اینطوری کرد، اینطوری کرد. گفتم در تو کیه؟ آیا مسیح در توست؟ بی احترامی کرد یک بار دو بار. اگر عزیزان است، من هم شروع میکنم، اگر از روی فکر من، روی قلب من، روی عصبانیات های من، روی چیزهای فکرهای من، احساسات من نتونم غلبه بیابم، و رویش کار نکنم، مشکل خواهم داشت. تنها راه عزیزان، تنها راه صلیب مسیحه، تسلیم شدن مسیح، تسلیم شدنه، یعنی خداوند هر اتفاقی با من بیفته، خداوند تو عدالت من هستی، من این شبانی خودم رو نمیتونم نگه دارم، من نمیتونم این کار رو بکنم، من نمیتونم، واقعا فیض توست. فقط نه با عقل من بگم فیض توست، با قلب من بتونم بگم این فیض توست، واقعا احتیاج دارم خداوند. مزمور 139 میگه که، داوود میگه که، 139 خیلی باب خیلی عالیه، اونجا در مورد چقدر خدا منو عالی خلق کرده، چقدر زیبا کردی، در رحم مادرم تو از من اطلاع داشتی و میدونستی همه چی عالی. بعد از این آیه 25 بی، ای خداوند منو تفتیش کن، نگاه کن خداوند چه چیزایی آشکار در منه، چه فکرهای بدی هست، به من نشون بده که منو آزاد بشه، آزاد بشم، بیا نشون بده خداوند. روزه میگیرم، دعا میکنم که من آزاد بشم از خودم. اگر واقعا متنفر یک رفتاری در خودت هستی، برو روی زانو دعا کن، روزه بگیر، همه کارا رو انجام بده. اگر مشکل سکس داری، مشکل شهوت داری،
چشمات بده، چشمات منفیه، اگه میخوای غلبه بیابی برو رو زانو یک هفته روزه بگیر، دعا کن اگه واقعا دردت میاد آزاد خواهی شد. نه با قدرت خودت، با اون صلیب نگاه کن، میگه که برای آزادی تو من آزاد کردی عیسی جان، مرسی که تو در من قرار گرفتی عیسی. هم از این چشمای بد، این فکرای بد یا این هر چیزی که میتونی اسم ببری، خدا من زانو میزنم، روزه میگیرم. و اگه واقعا احتیاج به روا درمانی داری برو الان پیش رهبرت، پیر شبانه، بگی در این قسمت سعی کردم نشدم، شاید مشکلایی در من هست، شاید هنوز نمیتونم خودم رو کنترل کنم، خشم در منه، از مادرم، از پدرم، از هر کسی باشه، زود منفجر میشم، خداوند زانو میزنم، روزه میگیرم، دعا میکنم. از این طریق متوجه میشی که متنفر این رفتار هستی، نه اینطوری بگی خداوند من رو آزاد کن، کمک کن که آزاد بشم. نه کلام میخونی، نه ملاقات با خدا داری، بعد از این میایین روان درمانی 24 ساعت دور تون هم میچرخیم، دعا میکنیم دور من، بعد از یک سال هنوزم اونجا هستی. چرا؟ دوست داری گناه رو. مادر من سیگار میکشید، هی سرفه میکرد، گفتم ماما چرا چیز میکنی؟ عیسی مسیح میتونه تو رو آزاد کنه. یا میدونم، گفتم عیسی مسیح میدونه، یا میدونم. اونقدر سرفه میکرد، نگران شدم، گفتم بابا بیا دعا کنیم. بعد از این به هم میگم ولم کن، من سیگار دوست دارم. گفتم آها باشه دیگه، کاری نمیتونم کردی، اگر تو سیگار دوست داری عیسی مسیح هم بیاد پایین نمیتونه تو رو آزاد کنه. میدونستی؟ عیسی مسیح هیچ موقع سیگار از دهن تو نخواهد کشید، اون فقط میگه که بیای نزد من، بیا نزد من گرانبارا، بیا نزد من کسانی که شکست خوردن، کسانی که وابسته هستن، کسانی که نمیدونم گرفتارهای مشکلهای دنیای هستن، توی شهوت هستید و هر جایی که، بیای نزد من به شما آرامش میدم. از غلبه یافتن زحمت، درد، رنج، بعضی وقت بعضی چیزهایی هستن اونقدر ریشه‌ای هستن درد میکنه. فقط عیسی مسیح کلام خدا میگه دست خدا میگه که کوتاه نیست که نرهاند. فقط گناه های توست، تو نمیخوایی، برای عیسی مشکل نیست تو رو آزاد کنه، ما نمیخواییم. زمانی که روی حق خودت ایستادی، عیسی مسیح کاری نمیتونه انجام بده. تنها کاری که میتونه انجام بده تو رو در راهی هدایت کنه که واقعا اونجا خورد بشی، که یک روز بگی که تسلیم، اون موقع میگه آه، فرشته خودشون میفرسته، روح القدس گفته یک کسی هست که اونجا تسلیم، برو دیگه. و زمانی که اونجا هنوز ایستادی، من میگه که هنوز اون احتیاج زمانش هست باید یکم نر بشه، به این خاطر اجازه میده خدا من در راه های استفاده، در راه های هدایت میکنه اینجا شکست بخوری. من فکر میکنم الان امیدوار هستم با زبان ضعیفم من بتونستم تعریف کنم که خدا میخواد از تو یک مرد، یک زنی بسازی که بتونی روی همه زندگی خودت، فکر خودت، نفس خودت غلبه بیابی. دست کوتاه همینطور گفتیم کوتاه نیست و ما میتونیم روی عیسی مسیح، روی کلام خدا، روی چیزم حساب کنیم، روی روح القدس هم حساب کنیم. اینجا میگه که زیرا رویی که خداوند به ما بخشیده هست روی ضعیف نیست، بلکه روی قدرت و محبت و انضباط است یا پرهیزکاری. خداوند به تو این روح رو داره، تو آسخیده نداری. آسخیده میدونی چیه؟ بهانه نداری. خدا همه چی رو به تو داره، تو میتونی غلبه بیابی، تو میتونی پیروز بشی. مهم اینه که عزیزان سعی کنین از این به بعد، الان ما میخوایم امروز هم عشاء داریم،
من مطمئن هستم امروز هم خیلی خیلی دعا کردم که واقعا خدا امروز ریشه‌کنی کنه اینجا. امروز تمام دروغ‌هایی که در تو قرار گرفته، تصویرهای اشتباه داری از خودت، از کلیسا، از خانوادت، از هر جایی که الان هست، میخواد آزاد کنه. تو خودت باید اعتراف کنی خدا من اینطوری من هستم، منو ببخش خدا من، من میخوام این رو ریشه‌کنی کنی. جنگ من جسمانی نیست، بلکه قدیر هست که تمام فکرها، تمام تصویرها، تمام چیزهایی که در احساسات اشتباهی که در من فرو میریزم و همه چیز زیر اطاعت عیسی مسیح میارم. داوری میکنم هر فکری که هر در من است، هر دیدی از داوری میکنم عیسی مسیح که تو بیا خداوند حکومت کن و خواهی دید چطور آزاد خواهی شد، چطور با فکر باز زندگی خواهی کرد، چطور زمانی که میای کلیسا پر از مشکل میبینی هیچ موقع غم و درد نمیای داوری کنی، بگی خداوند مرسی، خداوند تو آزاد کردی، دعا میکنم کلیسا آزاد بشه، شکرت میکنم، شروع میکنه به دعا کردن، شفاعت کردن. آمین. حالا یه زمانی میخوام بگذارم برای تفتیش کردن. علیرضا میتونی فولیه 4 رو بیاری. اینجا چند تا چیزایی هست که تو کتاب بعد از برال نوشته شده. الان میخوام بریم، اینطوری تو قلب من هست، بریم تو پرستش. و یعنی اینجا سرودها رو چیز نمی کنیم، پروژکت نمی کنیم. من فقط میخوام الان بریم تو پرستش. خودتون یه قسمت هایی هست، فقط خیلی زیاد چیزایی هم هست، هنوز گناه های چیزایی در ما وجود داره. یه 10 دقیقه همینطور تو پرستش بمون، نگاه کن ببین که چه چیزایی در توست که باید عوض بشه، چه چیزایی هست ریشه هایی در تو وجود داره. امروز میخوایم این جنگ ما که جسمانی نیست بلکه قدیر است، میخوایم تمام این قادر است، میخوایم اینو فرو بریزیم که توبه کنیم، بازگشت کنیم، یه خدا من از این به بعد این تصمیم رو بگیرم، از این به بعد این بدبینی ها یا مثلا حسادت یا نفاق یا دستبندی بد دستبندی یا دستبندی حسادت کینه هست، یا خیلی اصلا شاید کینه، هنوز کینه هایی در شما هست، اینو میتونی غلبه بیابی. شاید یه زمان طول میکشه، بعضی چیزاست که همینطور خدا آزاد میکنه، بعضی چیزاست روش باید کار کنی، هر روز باید همینطور بگی خدا من این چیزا رو میریزم پایین و شکرت میکنم تو منو آزاد کردی. یا هر دفعه که نگاه میکنی به صلیب نگاه کن، اونجا آزادی توست. خدا من حق خودم رو میگذارم دیگه، هر دفعه که میخواستم محکوم کنم دیگه این کارو نخواهم کرد خدا من. آمین. یه زمانی الان میذاریم کاوش بیدیم. و همینطور زمانی که ما خودمون اینجا همینطور سرود میخونیم، میتونی همینطور هم سرود، خودت هم سرود بریم، میخوام آزاد باشی. میتونی چشمت رو ببندی، میتونی باز کنی، یه قسمت ها رو نگاه کن. روح القدس مطمئن هستم عزیزان اینجاست، 100% اینجاست که میخواد تو رو ملزم کنه. اجازه بده روح القدس بیاد تو رو ملزم کنه. امروز میتونه آزادی تو باشه. امروز روزه هست که ریشه کنیم میشه و چیزی که بوده هایی که تو رو اذیت میکنن تو میتونی از عوض بشی. یا با مرس الان این فرصت رو میخوایم به تو بدیم. بیا ما رو ملزم کن خداوند، به تو اجازه بدیم خداوند دخالت کنی رو من. تو گفتی که برای آزادی تو رو آزاد کردی. یه خداوند چیزایی که اینجا نوشته شده و چیزایی که ننوشته شده فقط ما هست. بیا رو بودوس، بیا ما رو ملزم کن. Thank you.
چیزایی هست که فکرهای ما رو گرفته. نشون بده هر بلندی رو، شفاعت میکنه ما رو آزاد کنه از خودمون، از این خودخواهی، از این بت‌پرستی، از اینکه دنبال جلال خودمون هستیم. ببخشی ساجا که هرچقدر تو رو میپرستیم و از خودمون یک بتی ساختیم. صلیبی که آزاد میکنه، از این صلیبی که قدرت جاری میشه. تو که
توی محبوب و صور